اینجا شهرک صنعتی موچخورت اصفهان در بزرگترین مجموعه صنعتی لوازم خانگی ایران. دور هم جمع شدند، البته با رعایت موازین بهداشتی، تا رسما خودکفایی صنعت لوازم خانگی ایران را اعلام کنند. رکورد تولید لوازم خانگی کشور شکسته شد. الحمدلله خودکفایی در اقلام اصلی لوازم خانگی در کشور ایجاد شده و کالایی که عملا در سالهای گذشته به صورت حداقل 60-70 درصد وارداتی بود، نه در سالهای دور، در همین 4-5 سال گذشته امروز به خودکفایی رسیده الحمدلله. کاری کردن کارستان، هم تولید محصولشان اضافه شد، هم قطعه سازی را شکوفا کردند. در تولید 4 برابر تولید کردیم، ولی در قطعات 8 برابر تولید کردیم، اونم در اوج کرونا. مثال میزنم، در لباس شویی میانگین مصرف ارز در کشور 150 دلار بود، ولی ما پارسال به 60-70 دلار رسوندیم. و گامی که امسال ما میخوایم برداریم، بحث افزایش رضایتمندی مشتریانه. چه که تولید کننده ایرانی باید مد نظرش باشه، فقط رضایت بنده های خدا را. توقعشان حالا این است که موانعی که بر سر راهشان است برداشته شود. مواد اولیه مثل فولاد، مثل پتروشیمی، مثل مس، آلومینیوم، اینها رو دولت میتونه برنامه ریزی رو بگونه ای بکنه که خیلی راحت در اختیار تولید کنندگان لوازم خانگی قرار بده. عملا ما در تامین مواد اولیه هر کانالی که فکر می‌کردیم به تسهیل امور بتونه کمک بکنه رو انجام. پارسال یخچال را 30 درصد، ماشین لباسشویی را 53 درصد و کولر آبی را 12 درصد بیشتر از گذشته تولید کردند. فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خانه از جوینم. صنعت لوازم خانگی ایران پارسال 30 درصد افزایش تولید و 50,000 نفر افزایش اشتغال داشته. صنعتی که تا قبل از سال 99 سالانه 3.5 میلیارد دلار واردات داشت و حالا قراره در سال 1400 نیم میلیارد دلار صادرات داشته باشه. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. سعی ما بود بهره آبادینه.